سلام، من ایمان شیرعلی هستم، 27 سالمه، متولد 1361 هستم. من فرزند یک اعدامیم، یک زندانی سیاسی که سال 61 در شهر آموی و همراه 22 نفر دیگه فقط به جرم اینکه مخالف جمهوری اسلامی بود در ملأ عام تیرباران شد. خیلی ها وقتی اسم دهه 60 میاد یاد خمینی و اوایل دوره کشتارهای مخالفین نظام میفتن. شاید تعداد معدودی هم باشن که دلشون میخواد برگردیم به همون موقع ها. چه دوران خوبی بود فکر میکنن. من هیچ وقت نرفتم فریاد بزنم رأی منو پس بده. میدونین چرا؟ چون همیشه فکر کردم اگر قرار من فریادی بزنم، فریاد من باید این باشه که پدرم رو به این پس بدین، کودکیم رو به این پس بدین، نوجوانیم رو به این پس بدین. اون موقع که من حرف زدن یاد گرفتم پدرم نبود. موقع که به مهد کودک و مدرسه رفتم، موقع که دیپلم گرفتم، موقع که اولین بار عاشق شدم پدرم نبود. نتونستم هیچ وقت باهاش درد دل بکنم، نتونستم باهاش فوتبال بازی بکنم. اینا چیزاییه که به نظر من نسل من میخواد پس بگیره. من رأی ندادم و نمیدم، چون که نمیخواستم که در اون قسمتی که تو شناسنامه اسمم نوشته شده ایمان شیرعلی فرزند ایرج کنار اسم پدرم مهر نظامی خورده باشه که اونو توی روز سرد زمستونی توی بهمن ماه سال 61 اعدام کرد. چون اسم امثال پدر من هیچ وقت کنار اسم و مهر این حکومت نمیتونه با هم باشه. من یک کودک چند ماهه بودم که بخش اعظم خانوادم به جرم مخالفت با جمهوری اسلامی یکی پس از دیگری، اون هم با حمله به خونمون، دستگیر و به زندان اوین برده شدن. اکثر اعضای خانواده من تو اون زمان از جمله پدرم، مادرم، عمم، پدر بزرگ و مادر بزرگ مادریم و خیلی های دیگه به جرم اینکه جمهوری اسلامی رو نمیخواستن دستگیر شدن. امیدوارم علم پزشکی و روانشناسی کودک یه روز اونقدر پیشرفت بکنه که بتونه احساسات و افکار یه بچه چند ماهه رو وقتی که به خونهشون میریزن و با وحشیگری اعضای خانواده رو با خودشون میبرن بررسی بکنه، تحلیل بکنه و بتونه منعکس بکنه. به هر حال من و خواهرم با دستگیر شدن پدر و مادرمون پیش پدر بزرگ و مادر بزرگ پدریم موندیم. اون موقع خیلی ها همبندی های مادرم که کسی رو برای سرپرستی بچه هاشون نداشتن، بچه هاشون رو به زندان بردن. حتی یک سری بچه هاشون اونجا به دنیا بردن. تصورش رو بکنیم، ما الان توی ایران یک نسلی رو داریم، تعداد کثیری رو داریم که وقتی ازشون سال و محل تولدشون رو بپرسی میگن سال 60 یا سال 61 محل تولد امین. بعدا پدر بزرگ مادریم برام تعریف کرد که چطور اون و پدرم رو به نوبت جلوی همدیگه شلاق میزدند و از اونها میخواستن که اعتراف بکنند. تعریف میکرد که چطور هم میزدن، هم میخندیدن، هم فحش و ناسزا میگفتن. بالاخره هم پدر منو به همراه کسای دیگه توی یک بیدادگاه صحرایی چند دقیقه‌ای بدون داشتن وکیل، بدون حق برخورداری از دفاع از خودش به تیرباران محکوم کردن. قاضی دادگاه آیت الله گیلانی و دادستانش اسدالله لاجوردی بود. بیدادگاهی که در اون پدرم و 20 و چند نفر دیگر رو به عنوان محارب با خدا و مفسد فلعرض به اعدام محکوم کردن. بعدا شنیدم که تو اون دادگاه هر کدوم از متهمین که خواستن لب باز کنن و از خودشون دفاع بکنن مواجه شدن با شعارهای حزب اللهی حاضر در سالن که الله اکبر خمینی رهبر، مرگ بر منافق، مرگ بر محارب. حکم اعدام پدرم در حضور خانوادش قرائت شد. به این ترتیب در روز پنجم بهمن ماه سال 1361، در حالی که من 9 ماهه بودم، پدرم رو به همراه 22 تن از یارانش که اونها همه مخالفین حکومت بودن در شهر آمول در ملأ عام تیرباران کردن و پیکرش رو هم در همون محل جایی که شبیه خاوران تهران بود، مثل بیشه و جنگلزار بود، به اسم امامزاده قاسم دفن کردن. اون موقع به خانواده اعدامی ها
حتی اجازه برگزاری مراسم هم داده نمی‌شد. مادر بزرگ پدرین تعریف میکرد که چطور اون اوائل که میخواست بر سر مزار پدرم، حزب‌اللهیا و لباس شخصی حکومت چجوری از همون جنگلا ترکه میکندند و اونو همراهاش به باد کتک میردن. البته مادر بزرگم میرفت، همیشه میرفت. تا موقعی که زنده بود ماهی یک بار یا شاید چند بار از تهران میرفت آمل، ما رو هم به خودش میبرد. بالاخره سال 80 هم خودش درگذشت با داغی که به دلش گذاشته شده بود و به خواست خودش توی همون قبرستون بینامونشون دفن شد. 27 ساله که پدر برای من تنها اسم یک اعدامیه. 27 ساله که من و خانواده من کسی رو از دست دادیم که نه تو تصادف اتومبیل توی جاده‌های خطرناک ایران یا در اثر ابتلا به سرطان از دست داده باشیم، بلکه در اثر گلوله این حکومت و در عرض چند ثانیه و فقط به جرم مخالفتش با این رژیم از دست داده میشه. در فرهنگ فارسی بی پدر فوش محسوب میشه. 27 ساله که من خاطراتم رو با این واژه مرور میکنم. 27 ساله که شاهد زخم عمیق از دست دادن همسر تو چهره مادرم هستم. الان در جواب سوالی که وقتی بچه بودم ازم میپرسیدن ایمان بزرگ شدی میخوای چه کاره بشی، میدونم چه جوابی باید بدم. میگم در وهله اول یک فعال جنبش ضد اعدام، یک فعال جنبش ضد شکنجه، یک آزادیخواه، یک فعال جنبش ضد تجاوز، یک کسی که مثل همه بچهای زندانیای سیاسی و اعدامی میخواد عاملین و عاملین این جنایتایی که اتفاق افتاده به میز محاکمه کشیده بشن. جنبشی که امروز در ایران به راه افتاده، جنبش جوانای نسل من و بعد از منه که از خشونت این 30 سال بیزاره. درد بزرگی رو با خودش حمل میکنه و مدام میاد توی خیابون تا این درد رو فریاد بزنه. و من به شما قول میدم تا این بار رو به زمین نذاره، نه با تجاوز، نه با شکنجه، نه با سرکوب و گاز اشکاور و گاز فلفل، دیگه سراغ کارش نمیره و سکوت نمیکنه. حرفای امروز من اینجا در واقع اگه راستشو بخواین بر پایه دادگاه برای اوناست قبل از اعلام و تشکیل جلسه رسمی. من در واقع ما میخوایم حتی آقای خامنه ای امکان داشتن وکیل رو داشته باشه و بتونه از خودش دفاع کنه، اما میخوایم اونو همه سران رژیم به جرم جنایت 30 ساله محاکمه بشن. جنبشی که امروز به راه افتاده جنبشی علیه اعدام، علیه شکنجه، علیه سنگسار، علیه دادگاه‌های نمایشی و فرمایشی، علیه اعترافگیری و توابسازی و علیه وجود زندان و زندانی سیاسی. وقتی پدر منو اعدام کردن فیسبوک و تویتر و یوتیوب و تلویزیون های ماهواره‌ای نبود. صدای نسل پدر من و دوستانش و کسای زیادی نشنیدم، اما امروز هست. و من به خاطر اینکه هم نسلی های من، نسل بعد از من که بسیارم آگاه هستیم، جرأت بیشتری بکنن و حرف بزنن، از اعدام بگن، از تجاوزا بگن، از شکنجه ها بگن و به دنیا بگن که تو ایران چه خبره، این اقدام کوچیک رو انجام دادم. روی صحبت من خصوصا با همسرنوشتامه، نذاریم عزیزانمون قربانیان این جنایات بی چهره بمونن. روزگار اختناق و اینکه حتی نمیتونستیم موقع ثبت نام توی مدرسه علت فوت پدر و مادرامونو عنوان بکنیم گذشته. ما همون جوانایی هستیم که تلاش شبانه روزی شد از همون سربازای امام زمان بسازن، تلاش شد هممونو با سرکوب و بیکاری و اعتیاد سعی کردن خفمون بکنن، امروز به پرچم‌دارای جنبش عظیم علیه اعدام و شکنجه تبدیل شدیم. این جنبش رو هم تا پیروزی ادامه میدیم. برای همتون آرزوی موفقیت و پیروزی دارم. سلامت باشید. خبر اومد زمستون داره میره، سکوت از شهر تیره پر میگیره، نگاه کن پای آزادی این خاک داره قشنگ ترین گلا میمیره.